سلام، وقت شما بخیر. به کارگاه خیاطی من خوش آمدید. آموزش امروز مربوط به رومیزی با استفاده از هویه هست، یعنی در درست کردن این رومیزی هیچ نیازی به چرخ خیاطی نداریم. قبل از اینکه کار با هویه رو شروع کنیم، در مورد ابزار کار یه توضیح خدمت شما میدم. خب برای شروع، اولین ابزاری که نیاز داریم خود هویه هست. من معمولا از هویه 80 وات استفاده میکنم. دوستانی که در ایران تشریف دارن میتونن از فروشگاه خرازی به راحتی این ابزار رو تهیه کنن. اگر خارج از ایران تشریف دارید، من لینک خرید هویه رو در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. اگر در انگلیس هستید میتونید از لینک استفاده کنید. اگر خارج از انگلیس هستید میتونید از اسم این وسیله استفاده کنید، اون رو سرچ کنید و هر جایی که تشریف دارید اون رو تهیه کنید. من این هویه رو از ایران تهیه کردم، برای همین حتما باید با این تبدیل ازش استفاده کنم برای برق اینجا. و اینکه این وسیله‌ای که نگهدارنده هویه هست، وقتی که هویه داغ میشه حتما و حتما باید همراه هویه تهیه بشه. کارایی که داره غیر از این که هویه رو وقتی که داغ هست نگه میداره، این هست که وقتی شما هویتون رو از برق میکشید و دیگه باهاش کاری ندارید، باید این گرما انتقال پیدا کنه به یک فلز و این هویه کم کم سرد بشه تا سالم بمونه. اگر شما این رو از برق بکشید، هویتون رو بذارید روی یک شیشه و اون سرد بشه، امکان سوختن هویتون خیلی زیاده که دیگه دفعه بعد که به برق میزنید کار نمیکنه، چون هویه باید کم کم این حرارتش رو به یک فلز بده و به این شکل سرد بشه. پس تهیه کردن این وسیله که نگهدارنده هویه هست خیلی واجبه که همراه خود هویه تهیه بشه. و سریای مختلفی که میتونید، هم برای اینکه سری تیزتری داشته باشید، شاید اون سری که روی خود هویه هست به اون اندازه تیزی که نیاز شما هست نباشه، میتونید سریای جدا تهیه کنید. یه کاربرد دیگه سری هویه این هست که اگر از هویه‌تون برای دفعات زیادی استفاده کنی، خب این حرارت کم کم این فلز رو تحت تاثیر قرار میده و اینکه ما این رو دائم به یک سمت میکشیم باعث کج شدن سری هویه میشه که از اون حالت صاف بودن و درست بودنش در میاد و بهتره که سریای جدا داشته باشیم که به جای اینکه خود دستگاه هویه رو عوض کنیم، بتونیم سری هویه‌مون رو تغییر بدیم. بعضی از هویه ها هم در بازار هستن که البته برای کارهای لعیمکاری استفاده میشن، ولی میتونیم برای پارچه هم ازشون استفاده کنیم، چون درجه بندی دارن و بین فکر میکنم 50 تا 450 درجه میشه تغییرشون داد و برای جنسهای مختلف ازشون استفاده کرد. خب وسیله بعدی یک شیشه هست که حتما باید زیر دستمون قرار بگیره وقتی میخوایم هویه کاری انجام بدیم، که من از شیشه برد آشپزخونه استفاده میکنم. و همینطور برای هویه کردن ما حتما به یک قالب یا یک جسم فلزی نیاز داریم که هویه‌مون رو کنار اون بکشیم و پارچه‌مون رو شکل بدیم. حالا اگر ما بخوایم یک رومیزی ساده درست کنیم که از خطوط صاف تشکیل شده باشه، فقط به یک خطکش فلزی یا یک وسیله‌ای که این خطکش فلزی هست که میتونه حالا تو سایزهای کوچیک‌تر هم در خونه استفاده بشه. پس یا یک خطکش فلزی یا یک وسیله‌ای که به هر حال از فلز باشه و اون خط صاف رو به ما بده. اگر شما قالب‌های هویه کاری دارید، قالب‌هایی که یک سمتشون صاف هستن هم میتونه این کار رو برای ما انجام بده. ولی برای دوستان خارج از ایران که نمیتونن به این راحتی قالب‌های هویه تهیه کنن، چیزی که به راحتی میتونه در دسترس همه باشه یک سیخ فلزی کباب هست که اکثراً یا در منزلتون دارین یا از فروشگاه‌های ایرانی به راحتی هر جای دنیا که باشین میتونین این رو تهیه کنین. پس این جای خطکش فلزی عمل میکنه و برای وقتی هست که ما زاویه های خطوط صافی روی رومیزیمون داریم. حالا من کارم رو با این وسیله انجام میدم که شما ببینید چطور میشه با این هم یک رومیزی زیبا تهیه کرد. خب حالا چه پارچه هایی رو میتونیم برای هویه کاری استفاده کنیم؟ پارچه هایی که پلی استر بیشتری درشون به کار رفته برای کار هویه کاری مناسب هستن. پارچه‌ای مثل این که بیشتر نخ هست به هیچ عنوان با هویه آب نمیشه
و نمیتونیم از این پارچه استفاده کنیم. پس پارچه هایی که پلی‌استر هستن، مثل ساتن، مثل آستری که برای پشت پرده حریرها استفاده میشه، آستری پرده میتونه برای آستری کار ما استفاده بشه. پارچه به اسم پاناما که من حدود 20 سال پیش از این پارچه و ساتن برای هوبی کاری استفاده میکردم، الان اینجا نتونستم پاناما رو تهیه کنم و اکثر پارچه های مخمل برای این کار هوبی کاری مناسب هستن. حالا من اولین توضیح هم رو در مورد یک رومیزی کوچیک که با استفاده از مخمل، ساتن، لایه زانفیکس و یک قالب فلزی صاف هست توضیح میدم و در ادامه رومیزی هایی که میتونیم با قالب های هویه کاری درست کنیم. من الان میخوام یک رومیزی با خطوط صاف درست کنم. پارچه من به این اندازه هست. من یک پارچه نیاز دارم، یک آستر نیاز دارم و یک لایه زانفیکس نیاز دارم. ترتیب قرار دادن هم به این شکل هست که پارچه رو در ابتدا به پشت پهن میکنم. لایه بعدی لایه زانفیکس هست که روی پارچم پهن میکنم و معمولاً نیم سانت از هر طرف لایم رو کوچکتر از پارچم در نظر میگیرم، برای اینکه وقتی اتو میزنی اگر این لایه زانفیکس از پارچه بیرون بزنه و بزرگتر از پارچه باشه میچسبه به روی میز کار من و یا سطحی که شما اتو میزنید. پس من یک مقدار از هر طرف لایم رو کوچکتر از پارچه اصلی میگیرم. بعد هم لایه آخر آستری من هست که آستری به سمت روی من قرار میگیره، یعنی به سمت روی کار قرار میگیره. حالا من این سلایه رو با هم اتو میزنم تا به وسیله لایه زانفیکس، مخمل و آستر به هم بچسبن. به این شکل پارچه من به آستری چسبید. حالا من محدوده پارچم رو اینجا مشخص میکنم که بدونم چه اندازه پارچه من هست، چون آستری اندازه بزرگتری از پارچم داره. و حالا میام روی این محدودهی که دارم اون اندازه رومیزی که میخوام در بیارم رو طرحش رو میکشم. خب طرحم رو کشیدم، حالا شیشم رو میارم زیر کارم قرار میدم و از همین وسیله فلزی استفاده میکنم، روی خطم این رو میذارم، خیلی محکم و سفت این رو به پایین فشار میدم. هاویه‌ای که داغ شده امتحان میکنم که داغی مناسبی داره. حالا شروع میکنم هاویه‌ام رو در زاویه صاف به این شکل 90 درجه با سطح زمین و پارچه به این شکل خیلی آروم و همزمان این دستی که روی این خطکش فلزی یا جسم فلزی هست رو فشار میدم و آروم این هویه رو حرکت میدم. هرچی آرومتر هویه رو حرکت بدید کار تمیزتری به دست میارید. خب این اولین ضلع رومیزی من هست که به این شکل آماده شد. تمام دور تا دور کارم رو همینجور انجام میدم. یه نکته این که شما نیازی نیست که حتما رومیزیتون رو برای هر بار هویه کردن حرکتش بدید و بچرخونید. اگر شیشه ای هم که استفاده میکنین قابل حرکت دادن و کوچیک است، میتونین رومیزیتون رو ثابت نگه دارین و این شیشه تون رو حرکت بدین هر جایی که نیاز هست که هویه بشه، ببرید به اون سمت و شیشه رو حرکت بدین به جای اینکه پارچه حرکت کنه. خب این رومیزیمون آماده شد. به این شکل دور تا دور اون رو با هویه و یک وسیله فلزی که میتونه خطکش باشه، من اینجا از یک سیخ کباب استفاده کردم و این رو به این شکل در آوردم. این رومیزی آماده است، هم میتونه به این شکل ساده استفاده شه، هم به نسبت سلیقه شما میتونه یه تزییناتی روش انجام بشه. برای تزیین لبه دور رومیزی از نوارهای مختلفی میتونید استفاده کنید. از این نوع نوار میشه استفاده کرد، هم با دوخت میتونید انجام بدید، هم با چسب حرارتی که خب با چسب حرارتی راحتتر و سریعتر انجام میشه. این نوار رو میتونید به این شکل به لبه کارتون بزنید. از این نوارها میتونید استفاده کنید، ولی اگر از این نوارها
بخواید استفاده کنید، کاری که میکنید باید این قسمت های کنج حالت هلال بگیره. یعنی تو وقتی که میخواید هویه انجام بدید باید اینجا طرح گوشه هاتون به شکل هلال باشه، چون اینا تو این زاویه ها به راحتی و تمیزی نمیتونن بچرخن، اینجا پارچه ما رو جمع میکنن. برای همین بهتر است یک هلال کوچیک تو قسمت این زاویه ها داشته باشید. ولی نوارهای مختلفی هستن که میتونید ازشون استفاده کنید به این شکل و این رومیزیتون رو تزیین کنید. حالا یک وسیله دیگه میخوام بهتون معرفی کنم برای اینکه شما بخواید یک رومیزی گرد داشته باشید روی میزای کوچولوی بین مبل و اصلی های کوچولو، بخواید رومیزی های گرد داشته باشید با هویه. اگر در ایران تشریف دارید که بازم عرض میکنم به راحتی میتونید از این قالب ها تهیه کنید و از گردی اون استفاده کنید. پارچه، زانفیکس و آستری رو روی هم قرار میدید، اوتو میکنید، این قالب گرد رو روی اون میذارید و به راحتی دور این رو هویه میکنید. اگر قالب گرد در دسترس شما نیست و تهیه کردن اون برای شما سخته، وسیله‌ای که من میتونم به شما معرفی کنم و پیشنهاد بدم و میخوام اینجا یک تکه به صورت امتحانی روی این بزنم که ببینید، یک در قابلمه‌ای هست که دور اون حتما فلزی باشه به این شکل. پس پارچه رو میذاریم، زانفیکس رو میذاریم، آستری رو میذاریم، اوتو میزنیم و به اندازه‌ای که میخوایم گردی ما باشه، حالا در قابلمه های مختلفی میتونه تو منزلتون وجود داشته باشه، کوچیک و بزرگ، و به این شکل حتما باید لب دورش فلزی باشه. این رو میذاریم، محکم نگه میداریم و با هویه همون کار رو تکرار میکنیم. این گردی هستش که میتونیم با استفاده از در قابلمه تو سایزهای مختلف رومیزیای گرد درست کنیم و همینطور باز اینا رو با یراق و نوار و هر چیزی که دوست داریم لب این دایره هامون رو تزیین کنیم. خب شاید برای دوستانی که تو ایران هستن یه مقدار کار خنده‌داری به نظر بیاد که از سیخ کباب یا از در قابلمه میخوایم برای هویه کاری استفاده کنیم، ولی تا اونجایی که من دنبالش گشتم و سرچ کردم، هویه روی پارچه اینجا تو جایی که من هستم به این شکل نیست، یعنی کسی انجامش نمیده، برای همین ابزارش نیست. من قالب فلزی هویه کاری نتونستم پیدا کنم. اگر کسی پیدا کرده بود توی انگلیس تشریف داشت خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها به منم معرفی کنه، ولی از اونجایی که یکی از چالش های خودم بوده که مدت ها دنبالش میگشتم تا قالب هویه کاری پیدا کنم یا هویه ای که مخصوص پارچه باشه پیدا کنم، به این نتیجه رسیدم و از این وسیله ها تونستم استفاده کنم. هرچند که قالب های هویه هم از ایران آوردم، ولی برای دوستانی که نمیتونن اون قالب ها در دسترسشون باشه، بهترین راه استفاده از این دو وسیله ای که گفتم و شاید خیلی وسیله های فلزی که شکل های هندسی دیگه ای داشته باشه در دسترس شما باشه و بتونین از اون استفاده کنین. برای مثال این وسیله مدال پرده هست، مدالی که با یک ریشه و منگوله در پایین و یک بند از بالا برای تزیین پرده استفاده میشه و جنس فلزی داره. از این وسیله ها اگر اطرافتون وجود داشته باشه میتونید برای کارهای هویه استفاده کنید. حالا من این ابزار کارم رو کنار میذارم و یه مقدار با قالب های خود هویه کاری چند مدل رومیزی رو بهتون توضیح میدم. خب قالب‌های هویه کاری به این شکل هستن، از جنس فلز. وقتی میخواین تهیهشون کنید میتونید بگید که رو ورقه های زخیم تر براتون زده شه یا ورقه های نازکتر. و یه قالبی مثل این یا مثل این، اینا قالب‌های کامل هستن. وقتی روی یک پارچه قرار بدیم دور تا دورش رو در بیاریم یک شکل کامل داریم. ولی بعضی از قالب‌ها مثل این قالب یک چهارم هست، یعنی ما یک بار به این شکل این رو هویه کاری میکنیم، به این سمت برمیگردونیم به پایین و به این سمت، این قالب یک چهارم هست. همینطور
این قالب که این هم یک چهارم هست به بالا برمیگرده، به این بر و به پایین و یک طرحی رو به ما میده. این مدل قالب ها قالب های کاملی هستن که برای قسمت کنج استفاده میشن و این قالب ها که معمولا برای قسمت حاشیه کار ازشون استفاده میشه. حالا من با چند تا از این قالب ها میخوام چند مدل رومیزی رو نشونتون بدم که به چه شکلی درست میشه. من میخوام از این قالب که یک قالب کامل هست استفاده کنم و به شما نشون بدم که میتونه هویه کاری با قالب به این شکل باشه که فقط یک لاپارچه ما استفاده کنیم، فقط یک پارچه‌ای که قابل هویه شدن هست، یعنی یک ساتن، یک مخملی که قابل هویه شدن هست میتونیم استفاده کنیم. از پشت پارچه من برای هویه کاری استفاده میکنم، پارچه رو به پشت ها میکنم، این هویه رو اینجا قرار میدم و شروع میکنم به هویه کاری. فشار این دستی که قالب رو نگه میداره خیلی مهم هست توی تمیز بودن کارمون و همینطور زاویه‌ای که این هویه‌مون رو نگه میداریم. بعد از یه مقدار کار کردن با هویه، سوختگی های پارچه روی این نوک هویه میشینه و باید تمیز بشه که کار بعدی کار تمیزی در بیاد. میتونید به وسیله یک چاقو روی سطح این رو بتراشید یا مثل من از هر وسیله‌ای که دم دستتون هست به این شکل استفاده کنید و این نوک هویه‌تون رو تمیز کنید. حالا من میخوام تمام این قالب رو با هویه در بیارم، ولی یک قالب به سلیقه شما میتونه از قسمت بیرونیش استفاده بشه، از بعضی از قسمت‌های داخلیش استفاده بشه، یعنی شما هر جایی از این قالب رو که دوست داشته باشید میتونید در بیارید، فقط اطرافش رو یا گل‌های داخلش رو و یا حتی از گل‌های داخل همه رو در نیارید، یه مقداری از اون رو در بیارید، همه چی به سلیقه شما بستگی داره. خب کارمون رو که از قالب جدا کردیم و تکه های داخلی رو هم تمیز کردیم و در آوردیم و دقت کنید که اگر یک تکه چسبیده بود نمی کشیمش، اصرار به کندنش نمی کنیم، با یک قیچی کوچولو میتونیم اون رو به راحتی جدا کنیم، چون اگر بکشیم کارمون امکان داره که نخ کش بشه. کارمون رو کنار میذاریم و این شیشمون رو که این قطعه های کوچیکی که هویه کردیم روش مونده باید کاملا تمیز کنیم، بتراشیم که تمیز بشه تا این تکه ها به هویه کاری بعدیمون، به پارچه بعدیمون نچسبه. پس این شیشه خیلی مهمه که توی این مرحله غیر از این که اینا رو از روش میکنیم باید کامل با یک لبه تیزی اون رو تمیز کنیم تا قسمت‌های سوخته پارچه که آب شده و روی این شیشه مونده از بین بره تا به پارچه بعدیمون نچسبه. حالا این کارم رو من یه اتو می‌زنم. این کارم رو اتو زدم برای اینکه بهتر مشخص باشه، روی یک پارچه تیره میندازم که به این شکل این رومیزی من آماده شد. خب پس این شد رومیزی یک لایی که من فقط با یک لا پارچه ساتن بدون هیچ آستری و لایی درست کردم و موارد استفادهش بهتر هست برای وقتی که شما روی میزتون یک شیشه هم میخواید قرار بدید، اون موقع محافظت بیشتری از این رومیزی میشه، برای اینکه یک لا هست و ظریف هست محافظت بیشتری ازش میشه اگر یک شیشه هم روی اون قرار بگیره. پس این میشه رومیزی یک لای ما. یه استفاده دیگه که از این قالب ها میتونیم بکنیم این هست که رومیزی های دو رنگ باشون درست کنیم. برای رومیزی دو رنگ ما دوتا پارچه ای رو که میخواییم ازش استفاده کنیم و همینطور لایه زانفیکسی که نیاز داریم برش میزنیم به اندازه قالبمون، حدود یک سانت هم از دور قالب بزرگتر باشه بهتر هست. من الان میخوام روی کارم به رنگ سرمه‌ای باشه و این گلایی که در میارم مخمل کرم از زیرش پیدا بشه.
پس اول میام لایزان فیکسم رو میذارم، پارچه رویی که روی کارم میخواد قرار بگیره پارچه رو میذارم، قالب رو روی این میذارم و فقط طرح وسط رو در میارم، یعنی دور کارم رو دست نمیزنم، هویه نمی کنم، فقط این طرح وسط کارم رو در میارم. طرح داخلم رو با هویه کامل دور تا دور رفتم و یه نکته‌ای که این کار داره، وقتی میخوایم از لایزان فیکس استفاده کنیم که زیرش دیگه آستری وجود نداره، حتما باید قالبمون رو روی پارچه قرار بدیم، یعنی این کار رو پشت رو نذاریم، پارچه به پشت باشه، لایی باشه و قالب روی لایی قرار بگیره، برای اینکه هویه قالب رو داغ میکنه و لایزان فیکس به گرما عکس العمل نشون میده، آب میشه و میچسبه به قالبمون. پس برای اینکه بخوایم به این شکل کار انجام بدیم، حتما باید قالبمون روی پارچه قرار بگیره. من حالا این طرح داخل رو در آوردم، این رو به آرومی جدا میکنم. الان لایی و مخمل با هم دیگه هویه شدن و به هم چسبیدن. حالا شما خیلی بیشتر میتونید روی این کار وقت بذارید و تمام این ضایعاتی که از این کناره ها بیرون اومده با یه قیچی کوچیک بچینید که دور کارتون کامل مرتب بشه. و بعد از اینکه این کار رو کامل مرتب کردین، تمام اینها رو ازش جدا کردین، حالا میایید پارچه زیری رو میذارین به شکلی که روی پارچه به سمت بالا باشه، چون قراره روی پارچه از داخل این گلها پیدا بشه. روی پارچه به سمت بالا هست، این کار رو از این سمت میذاریم به این شکل. و تو این مرحله بهتره که برای اتو کردن از یک پارچه دیگه استفاده کنیم، روی کارمون بندازیم و بعد این کار رو کامل اتو کنیم تا لایزان فیکس باعث بشه که دوتا لایه پارچه مخمل کرم و مخمل سرمه‌ای به هم بچسبه. خب به این شکل این دوتا لایه کامل به هم چسبیده. حالا ما دوباره همون قالب رو روی این گل ها میذاریم و البته که اول باید سطح شیشه ایمون رو زیر کارمون داشته باشیم. حالا کارمو برمیگردونم روی این سطح شیشه ای، قالب رو به این شکل هماهنگ میکنم با گل هایی که قبلا جاشون رو درآوردم و این بار دور قالبم رو با هویه میرم. خب اینم تمام شده رومیزی گردی هستش که من انجامش دادم. میتونید این ضایعات رو دوباره به وسیله یک قیچی کوچک تیز بچینید و کارتون رو کاملا تمیز و مرتب کنید. یه نکته ای که برای کار با هویه باید حتما در نظر بگیرید این هست که درسته که شما اون تایمی رو که من دارم هویه کاری میکنم به شکل یک ویدیویی با سرعت میبینید، ولی این کار زمان خیلی زیادی میگیره، یعنی باید با حوصله و دقت و به آرومی انجام بشه. هر چقدر وقت بیشتری برای این کار بذارید، نتیجه تمیزتر و زیباتری خواهید داشت. این کار اولی که من انجام دادم حدود 15 دقیقه زمان برد تا من دور تا دور این کار و داخلش رو همه رو با هویه خالی کنم. خواستم این رو بگم که اگر شما تکایی از این ویدیوی آموزشی من رو با سرعت میبینید، در نظر بگیرید که در واقعیت اون کار چه زمانی رو از شما میگیره و باید چقدر براش زحمت بکشید. این هم این رومیزی گرد کوچک. و یه روش دیگه ای رو که با استفاده از قالب و هویه میتونیم برای تزیین رومیزی و کوسن و حتی پرده استفاده کنیم، میگم دوباره خدمت شما. دوباره به اندازه قالبمون پارچه و لایه زانفیکس رو جدا میکنیم. من دو تا از این قالب میخوام در بیارم، برای همین این رو دو مرتبه پارچه و زانفیکس رو به اندازش جدا میکنم. این بار زانفیکس زیر پارچه و
هم دور تا دور قالبم و هم گلهای داخلش رو همه رو در میارم، یعنی هم دور قالبم رو میرم و هم داخلش رو همه رو در میارم، دو تا شکل هم میخوام داشته باشم. این دوتا تیکهی که با این قالب من در آوردم، دور تا دور قالب و داخلش رو همه رو در آوردم که روش مخمل بود و زیرش لایزان فیکس بود. اگر شما از این تکه ها درست کنین، میتونین رومیزیتون رو، روکشای کوسن و پردتون رو همه رو با یک گل شبیه به هم با هم ست کنین. به این شکل این لایزان فیکس باعث میشه که هر جایی شما اینها رو بذارید و اتو کنید، این طرح‌ها به اون سطح بچسبن. یعنی الان من میخوام روی این رومیزی که اول درست کردم این دوتا رو بچسبونم، حالا اینکه چقدر فاصله داشته باشن یا به هم بچسبن اینا همه به سلیقه شما بستگی داره. من وسط رومیزیم رو پیدا میکنم و این دوتا رو به این شکل میخوام در این قسمت به هم بچسبن، روبروی هم قرار میدم و یک پارچه محافظ به آرومی روی اون میذاریم که تکون نخورن اینها و بعد هم کار اتو کشی. رومیزی ما با این دوتا تکه تزیین شد و شما میتونید از همین مدل، از همین طرح استفاده کنید و روی کوسنها و یا حتی حاشیه پردتون از طرح یکسان استفاده کنید که یک هماهنگی زیبایی توی دکور منزلتون به وجود بیاد. برای این رومیزی زیبا میتونید از یک منگوله هم در این قسمت ها استفاده کنید، دو سر رومیزی رو یک منگوله بست کنید و خب به زیبایی اون اضافه کنید. رومیزی هایی هم هستن که با جنس های چرم های آینه ای، چرم های اکلیلی یا نمد در ضخامت های مختلف درست میشن که حتما آموزش اونها رو هم در یک ویدیو خدمتتون میگم. امیدوارم ویدیوی کاربردی و مفیدی براتون باشه، اون رو انجام بدید و ازش لذت ببرید. و دوستانی که از من سوال کرده بودن در مورد آموزش رومیزی با استفاده از هویه، از این آموزش استفاده لازم رو ببرن. پیروز و شاد باشید. خدا نگهدار.